با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون. از حمله تند و بی‌سابقه شهره سولتی به آقای محمود قربانی در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً قبلش از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. محمود قربانی، الان میگم محمود قربانی، یه چیزی در مورد این آقا من بگم، اجازه هست که بگم؟ من نگاه نمی‌کنم که ایشون چی میگه، چی کار می‌کنه. یه چند سال پیش راجبشون در برنامه شما تپش جوابشو دادم، الان هم از همینجا دارم بهشون میگم که آقای قربانی، شما میخوای خودتو بزرگ کنی، اینقدر از خواننده ها بد نگو عزیزم. یه سنی ازت گذشته و واقعا من فکر میکنم که اگر این حرفایی که ایشون میزنه اگه نواهاش بشنن گوش کنن چی میگن؟ نمیگن این چه پدر بزرگ بی ادبیه، بی تربیت چقدر. و من واقعا از هم اینجا میخوام به این آقا بگم، من اگر شما دستت به دهنت میرسید، یعنی میدونستم یه وضع مادی داری، بتونم سود کنم و داده حیثیت کنم از اینجا، همینجا دارم بهت میگم، میتونستم ازت شکایت کنم. ولی چیزی نداری بخوام شکایت کنم ازت. یه آدمی هستی، داری حقوق بازنشستگی میگیری و متاسفم برات. تو فکر میکنی که اینجا هم میتونی یه دیکتاتور کوچولو ایران بودی، الان هم فکر میکنی میتونی این کارا رو اینجا هم بکنی؟ نه، نمیتونی. تو اگه یه چیزی هم میگی با خودت داری صحبت میکنی و از مردم هم میخوام اصلا یه همچین آدمایی رو توجه بهش نکنن و کاری نداشته باشن با این آدم. این دیگه نمیدونم، زده بالای جورایی، باور کن. اصلا من سنه، ولی آدم باید یه شخصیتی داشته باشه. بابا خانواده نشسته، تو نمیتونی همه چی رو بیاری جلوی این دوربین، چه میدونم فلان خواننده این بوده. کسی که راجبه مادر بچهش حرف بزنه دیگه وای به حال ما. علی جون من خوردم، ولی بازم دلم میسوزه. میگم بابا من که روز اول اومدی به بهت رسیدم، تو ایرانم که بهت میرسیدم، برای گوگوش چیکار بکنه؟ مهرآباد رو ببنده؟ مگه اینجا الیکسه؟ خودت رئیس جمهورش میاد نمیبندنش ارفورتو. محمود به تو میگفتش که شما باید ارفورتو میبستی. ارفورتو مگه محمود جان؟ اینجا ایران، سطح ایران هم شما نمیتونستی مهرآباد رو ببندی برای گوگوش؟ نه گوگوش، برای هیچ کس. ولی اومدن ورود گوگوش به لس آنجلس و کانادا درست اومد، یعنی شما نمیتونستی از این کار برای گوگوش بکنی که اینها کردن. تبلیغات که اینها برای گوگوش کردن و کیا اینترتینمنت کرد بسیار عالی بود، در سطح بین المللی در CNN نشون دادن. میدونم گوگوش بسیار خوب اومد تو، بسیار عالی اومد جلو و بسیار بچه برش خوب کار کردن. حالا ما اگر یکم بی احترامی روز اول به ما کرد، ما گذاشتیم کنار، بوسیدیم رفت. آدم باید یکم گذشت داشته باشه. من گوش رو به عنوان یک آرتیست قبول دارم و به عنوان مادر بچه‌ت همیشه احترام میذارم بهش، و تو هم باید بذاری به گوش. دوستان عزیز، اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده با لایکتون از همون حمایت کنید. آقای محمود قربانی، همسر اول خانم گوگوش و پدر کامبیز قربانی، با انتشار ویدیوهای در یوتیوب شخصیشون حرفهای بسیار جنجالی میزنن و اکثرا درباره هنرمندان و خواننده‌های ایرانی حرفهایی میزنن که باعث ناراحتی اونها میشه. ایشون مدتی پیش هم در مورد شهره سولتی و شهرام برادرش حرفهایی زده بود که باعث ناراحتی اونها شده بود، که مخصوصا شهره جوابهای تند و کوبنده‌ای بهش داد. آقای محمود قربانی گفته بود من اولین دیدارمون با شهره و شهرام رو یادمه، یه خواهر و برادر شیک و خوشگل. شهره واقعا چشماش دنیایی داشت، به عنوان یه دختر اصیل مشهدی و ایرانی پاک و خوب بود. یادم بعد از تبلیغات مجله جوانان نوشت شهره سولتی داخل زندگی محمود قربانیه و همه دیگه فهمیدن که من با شهره بودم. شهره واقعا از دختران زیبای اون روزها بود، واقعا صورتش یه دختر زیبای آسیایی بود که آدم عشق میکرد به اون چشمان قشنگش نگاه میکرد. وقتی که اینا رو آوردیم روی صحنه، مانند ابی و شهرام که دو صدایی میخوندن، اونها هم چند تا ترانه دو صدایی خوندن و واقعا صدا و هنرنمایی شهره فوق‌العاده بود و خیلی زود هم درخشید. غربت هم ما آدم رو عوض میکنه، ولی ما قادر نیستیم با اصالت غربتی ها زندگی کنیم و همیشه
غم وطن توی دلمون میمونه. شهره الان بعد از این همه سال هم هنوز یه دختر زیبای ایرونیه. شهره با اون صورت و هیکل زیبا و صدای گرمش درخشش زیادی داشت و خاطرات زیادی بین من و شهره هست. خانواده‌شون هم همه هنرمند بودن. پدر و مادرش مطرب بودن. این حرف‌ها و خاطرات قدیمی محمود قربانی باعث ناراحتی خیلی‌ها شده که یکی از اصلی‌ترین این افراد شهره سولتیه. محمود قربانی در یکی از ویدیوهای اخیرش در مورد شهره حرف‌هایی زده بود که حسابی این خانم خواننده پرطرفدار رو ناراحت کرده بود. اون گفته بود شهره زمانی که در ایران بود دوست دختر من بود که شهره این حرف رو تکذیب کرد. محمود قربانی در ویدیوهای دیگه‌ای هم گفته بود اون زمان همه این دخترایی که دور و بر من بودن مثل شهره و لیلا و خیلیای دیگه عاشق من بودن. در ادامه هم گفته بود شهره با من رابطه داشت و گفته بود که من میخوام مثل گوگوش بشم. همه سعیش رو میکرد که حتی آب خوردنش مثل گوگوش باشه. چند باری هم من بهش گفتم که چنین چیزی امکان نداره. گوگوش تکه. گوگوش استعداد خارق‌العاده‌ای داره و هیچ کدوم شماها امکان نداره به گرد پای گوگوش برسید. گوگوش ذاتاً هنرمنده. اون اسطوره ایرانه. محمود قربانی در ادامه ویدیوش هم گفته بود که شهره رفت و یه مدتی دوست دختر داریوش شد. بعد هم گفته بود یه بار به خاطر گستاخی شهره یه مش زدم به استخون سرقوش که اونم از من یادگاری داشته باشه. البته خودش هر دفعه منو میبینه میگه این واسم جای زخمه نه یادگاری. آقای قربانی همچنین به پدر و مادر شهره و شهرام سولتی هم گفته بود که اونها مطرب هستند که شهره در پاسخش گفت تو تازه از زندان آزاد شده بودی و زمانی که در زندان بودی هم من خیلی بهت کمک کردم. همیشه حالت رو از پسرت میپرسیدم و هر کاری که از دستم برمیومد کردم. من به محمود قربانی محبت زیادی کردم و اصلا توقع نداشتم که این حرفها رو بزنه. بعد هم خطاب به محمود قربانی گفت تو یه آدمی هستی که داری حقوق بازنشستگی میگیری. برات متاسفم که میخوای خودتو بزرگ کنی. از خواننده ها بد نگو. حتی من نمیتونم ازت شکایت کنم و اعاده حیثیت کنم. تو چیزی نداری که من بخوام ازت بگیرم. نشسته اونجا یه دوربین گذاشته هر حرفی که به دهنش میاد و میگه. متاسفم برات که فکر میکنی مثل قدیما که توی ایران یه دیکتاتور کوچولو بودی اینجا هم میتونی همون کارا رو بکنی. اما نمیتونی. کور خوندی. تو داری در حقیقت با خودت حرف میزنی. از مردم هم میخوام که زیاد اینو جدی نگیرن. انگار حالش خوب نیست. آدم باید آخه یه شخصیتی که داشته باشه. البته کسی که در مورد مادر بچه خودش حرف میزنه هیچی ازش بعید نیست. دیگه وای به حال ما. من دلم میسوزه. من هم تو ایران بهش رسیدم هم اینجا حواسم بهش بوده. دوستان عزیز شما با صحبت‌های محمود قربانی موافقید یا شهره سولتی؟ تو قسمت کامنت ها واسمون بنویسید. ممنونم که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. پیشنهاد میکنم یکی از ویدیوهای روی صفحه رو تماشا بفرمایید. خدا نگهدار.